الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مؤسلون نهاية عزيزة سمستر پنجم پانتون شرعیات پانتون جامعی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشبختان رسیدیم به هفته 13 هم البته مطالبی که مربوط به جلسه اول بود خدمت شما تقدیم شد و حالا خواستیم مسائل و احکام وابسته به جلسه دوم یا کردیت دوم شما تقدیم کنیم. عناوین این بحث ما و شما هست: موضوع یک، پاداش دادن برای واهب بخشش کننده، و دوم بحث عمره و رقبه. دو اصطلاح هست که بعدا توضیح داده میشه، و سوم هم بحث وضع شرایط در هبه نمودن. ببینیم اولین حدیثی ما در این مورد در این درس ما و شما ست تا حدیث داریم: 926، 927 و 928. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، می گوید: وهب رجل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ناقتن، شخصی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شطور ماده هدیه داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عوض به او پاداش دادند. فعثابه علیها، پیامبر علیه السلام در عوض به او پاداش و مزد دادند. فقال رضیت، و سپس فرمودند رضی هستی؟ اینجا همزه استفهام مقدره، یعنی آیا رضی هستی؟ قال لا، گفت نه. یعنی ما به این چیه که به شما به ما دادیم، عوضی که دادیم، رضی نیوم. قال فزاده، بعدن بر او افزودن، یعنی بیشتر از هبه ای که کرده بودن باز به او دادن. فقال رضیت، رضی شدی؟ قال، باز هم گفت نه. مرتبه دوم. فزاده، و باز مرتبه سوم چیزی اضافه کردن و به او دادند و فرمودند رضیت، آیا رضی هستی؟ قال نعم، گفت بله. خب به هر صورت در این حدیث میبینیم مسئله عوض دادن برای بخشش کننده مطرح است که در عنوان باب ما آمده بود، در عنوان بحث ما و شما. پس میریم طرف پیام های حدیث. ست تا پیام در مورد این حدیث اینجا یادداشت شده. اول، از این حدیث دانسته می شود که پاداش و عوض دادن برای هبه کننده مستحب و پسندیده است، یعنی کار شایسته است که ما قدردانی کنیم از کسی که با ما بخشش کرده و در عوض بخشش برای او یک چیزی بخشش کنیم و چیزی برای او بدیم، چنانچه پیامبر علیه السلام خودشان شخصا این کار را انجام دادند. و پیام دوم هست، دادن عوض برای بخشش کننده لازم نیست. شاید بعضی ها فکر بکنند که چون پیامبر علیه السلام این کار کردند، بر هر شخص هم لازمه که وقتی چیزی به او بخشش میشه و به او داده میشه، او باز عوض هم بپردازه، عوض ار بده. ولی ما در اینجا نوشتیم که این امر یک امر مستحب است، یک امر پسندیده است. عوض دادن برای بخشش کننده و واهب لازم و ضروری نیه که حتما ما این کار بکنیم. و پیام سوم این حدیث، پیامبر علیه السلام سعی می کردند هر کس را راضی نگه دارند و راضی سازند، تا آنجا که می بینیم یک بار به او عوض می دن و از او می پرسن آیا تو راضی هستی؟ میگه نه. بار دوم به او عوض می دن و پرسان می کنن و باز هم میگه من راضی نشدم. برای اینکه کاملا او را راضی و خرسند و خوشحال بسازند، سومین بار اضافه می کنن بر او بخششی که بار اول داده بودند و بار دوم داده بودند، چیز دیگری هم به او اضافه می کنن و باز از او می پرسن که تو راضی هستی؟ میگه بله، حالا راضی شدم.
و سعی میکردن هر کس را راضی سازند و راضی نگه دارند و هیچ کس از پیش ایشان ناراض و ناراحت نره، در حالی که جز مسائل واجب و لازم هم نبود. خب موضوع حدیث بعدی، حدیث 927 عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم العمر لمن وهبت له، متفق علیه. ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. جابر رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بخشش مادام العمر برای کسی که به او بخشیده می شود، بخششی که شده مادام العمر برای کسی است که به او بخشیده است. این حدیث بخاری و مسلمه، در روایت مسلم آمده اموالتون را برای خود نگه دارید و آنها را نابود نکنید، چرا که هر کس چیزی مادام العمر ببخشد، فرمودن امسکوا علیکم اموالکم ولو تفسدوها فانه من اعمر عمرا، کسی که چیزی را مادام العمر ببخشد فهی للذی عمرها، آن متعلق به کسی است که به او بخشیده است، بخشیده شده به او، خواه زنده یا مرده باشد، یعنی از آن او است، کسی از او گرفته نمیتواند. حیاً و میتاً، خوازنده باشه یا مرده، ولی عقیبهی و پس از او متعلق به نسل او است. و فی لفظ انما العمر التي اجازها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یقول هی لک ولی عقیبک. و در روایت دیگر آمده بخشش مادام العمری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه دادند آن است که فرد هبه کننده بگوید این زمین مال تو یا از آن تو و وارثان توست، هر دو را نام بگیره، اما هرگاه بگوید هی لک ما عشت، این زمین تا زنده ای در اختیار تو باشد، فانها ترجع الی صاحبها، آن زمین به صاحبش بر می گردد، یعنی این هبه 100% نشد. ولی ابی داود و نسائی و امام ابو داود و نسائی میگویند، یعنی در روایت آنان آمده لا ترقبو، میگویند که به صورت رقبا، یعنی تا من زنده ام، ولا تعمیرو و به صورت عمرا، یعنی تا مادام العمر شما به کسی چیزی نبخشید، یعنی با این عبارت فمن ارقب شیئن او اعمر شیئن فهو لورثته، فرمودن کسی که یک چیز را در واقع به صورت رقبا به کسی بدهد یا کسی یک چیز را به صورت عمرا بدهد به ورثه خودش تعلق میگیرد، یعنی به طرف مقابل داده نمیشه. خب البته بعضی کلمات مجمل در این روایت بود که توضیح میدیم. پیام های حدیث، خب پیامبر علیه الصلاه و السلام رقبا را با این الفاظ اجازه داده و نافذ دانسته اند، با همین الفاظ که هی لک ولی عقبک، ای برای توست و برای فرزندان توست، یعنی در زندگی تا زنده ای از آن تو باشه و زمانی که تو بمیری هم به فرزندان تو داده بشه و در واقع گویا یک نوع هبه و بخشش برای او صورت گرفته. و روایت و پیام دو هرگاه مؤمر گفت، یعنی بخشش کننده، تا زنده ای از تو باشد و بعد از مرگ تو به من بر می گردد،
این شرط وی درست است و بعد از مردن او طرف مقابل باید به اولی بر بگرده و سوم یعنی پیام سوم ای حدیث اینه بهتر آن است که به هر ترتیبی که هبه صورت گرفته به هر ترتیبی که بخشش می کند واضح سازد، یعنی از ابتدا موضوع را واضح بسازد تا مشکل و اختلافی باقی نماند. این بهترین روش برای این کاره، ولی اگر از ابتدا موضوع را واضح نگردانه این موجب اختلاف میشه. طرف مقابل میگه تو کاملا به من بخشش کردی و این میگه نه، من 100% بخشش نکردم بلکه موقتی یا به صورت عاریت به تو دادم. پس بهتر اینه که از ابتدا هر صحبتی که داره او را واضح بگردانه تا اصلا هیچ نوع پنهانکاری در گفتگوهای او و در کلمات او وجود نداشته باشه. بله، این بود احادیث و روایاتی که در این جلسه خدمت شما تقدیم شد و امیدواریم که انشاءالله از این درس ها حد اعظم استفاده را ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.